انتظار ها پسیزار شده و دوستان عزیز نهایت معلقه دیده با دیدار رسیدیم و شما نیز این بعد با این نفر دیدار بینی میکنید. از صحبت هایشان از حرف های شیرینشان باز هم معنی میبردارید و لذت میبرید. ایزانی دلی دیده مردی زیباترین تاجیکستان خوش صدا عزیزی دلی دیده ها زیاویدین نورزاد این بعد در استودیو آسیا پلیس هستن. استقبال میگیرم زیاویدین جان. خوش اومدید. خوش اومدید. سلامت باشید مهربانی عزیز. از دیدارتون بسیار شاد هستم. من از دیدار شما شاد هستم و چقدر روزها گذشت ماها گذشت که شما رو ندیده بودم. امیدوارم که خوب هستید. بله تشکر زیاد. من هم پزمون این صحبت و این سخن و این روپرو شدن ها بودم و باوری دارم که امروز از صمیم دل با قول از دوشی صحبت میکنیم. زنده باشید. خب مثال شما رو تمام زنهای تاجیکستان زیباتری مردی تاجیکستان میدونن. خب خیلی دوست میدارن. و از یویدین نمیدونم همین درو دیواری زالها رو کنده با کنسرت میدارن تو اینقدر جون نمیوبن. اینقدر ببینید که در یک سال نه هر کس تواند که شش کنسرتی مخصوصی یگانه خصوصی خودش رو دهد. پیشنهادی مردم گرداند و تمام زال پور باشد و اینقدر هم خنداند و هم گیریاند تمام خلق را. کی میتواند من اگه یا من شنونده های عزیز منش مشاهده است دیده است دیده مبالغه کردم می نه مبالغه نیست در این حرفی شما. واقعا مهربان در طول یک سال اخیر من شش برنامه کنسرت اجرا کردم. برنامه کل بود و تنها خودم آنجا برآمد کردم و من با اون راضی شده نمیتونم که همه رو مرد زیبا میپندارن، ولی اگر بگویند که صداش زیباست من راضی میشم با این اندیشه شما. و علاوه بر این گفتنی هستم که مرا مادرها دوست میدارن. مادرها خیلی و خیلی زیاد دوست میدارن. همین میدونید یک هفته پیشتر در خانه مهمان داشتم، یک خاله عزیز و ارجمند همراه دو گل دختری نازنینشان که خیلی بزرگ سال هستند به خانه من آمدند و حدودی 74 سال داشتند ایشان و مهمان عزیز خانه من بودند. نیمه شب آمدند و با هم در صحبت شدیم و گفتند که من چهار فرزند خیش رو زیر خاک کردم، یعنی چهار پسر خیش رو حدودا از سالهای 2011 تا 2019. ببینید برای یک مادر برداشتن این مصیبت چقدر گران است و او در سرود من پناه جسته است، در سرود من آرامش یافته است که این با من خیلی روحیه دیگر می باشد، الهام می باشد. اصلا من آرزو دارم که همه مادرها کنار فرزندهاشان باشند و به این خاطر من بر سر همان عقیده خیش استوار هستم که من رو بیشتر با چشم مادرها زیبا می نمایم، خوش سیما می نمایم، خوش صدا می نمایم. لیلیو با چشم مجنون بینید دیگه. همون سرودها که دردهای خلقمان رو انعکاس کرده ایستاده است و در ناله های شما جایگیر است، فکر میکنم که زیبایی رو شاید در همین دیدن، یعنی در باطنی شما بیشتر و بیشتر نگریستن، در معنی گفتار شما بیشتر نگریستن و کم نیستن نفرانی معنی جو و حقیقت دوست دار و اینقدر معنی پرور و فرهنگ پرور. میدونید درست است. سرول من کمی احساسی میشدم از اون و فکر میکنم چرا زنها میآیند. اگر از سال 2007 من آغاز کرده باشم، نخستین برنامه کنسرتی خیش رو که در دو قسمت در تالار کاخ جامع که حالا آنجا خیابان اسماعیل سامانی شده یک جای خیلی زیبا شده از آنجا برگزار کرده باشم، آنجا 80% مردها بودند. با گذشت سالها جای مردها را خانم ها تنگ کردند. شروع از سال 2015 اهمیت دادم فقط خانم ها در برنامه های کنسرتی من شرکت میکنند. سر اول کمی زیق میشدم، میفتم چرا مرد کم است، ولی بعدتر میدونید به خلاصه آمدم که هر مردی که در برنامه کنسرتی ما شرکت کرد شوهرش آلهیمت است، مهربان است، یک فرزند دارد که غمگسار است، نسبت مادرش مهربان است. یک چیپته میخرد برای مادرش، میگوید مادر جان گریه کردن میخواهی؟ میخواهی دلت رو از باری امدوه زندگی سبک کنی مرمد با کنسرت بیرم؟ یا میخوای خوشحال باشی و تو همان رو مثلا فرزند خان گرفته مرمد با کنسرت بیرم؟ و امروز من افتخار میکنم. شما رو کی زاده است؟ مادر؟ مادر بله. مرا نیست. و آنهایی که گاه گاه ایراد میگیرند یا که غیر این گونه رفتار میکنند از من پذیرایی میکنند، آنها رو نیز مادر زاده است.
چند مادر خان دارید که شما رو فرزند خان گرفتن؟ انا خب شاید در ریجون گفته که از زیادی چند مادر خان دارن؟ من حساب نکردم. اگر از 64 تا ناحیه هست در تاجیکستان از مهربانیمون به فکرم یگان از این 64 ناحیه یگان نفری نباشد که مثلا شما رو نداند، یگان مادری نباشد که شما رو نداند و نشنه زود دوست ندارد. اگر یک هم در یک دیگر یک به فکرتم یک نواری من، حالا یک لحظه، یک نواری من اگر حدودا 2.5 میلیون نفر تماشا کرده باشد، فکرم 2 میلیون مادر خان دارم. 2 میلیون؟ بله. یعنی من به واسطه با آنها آشنا نیستم، راستی آشنا نیستم. قسمتی خیلی کمی کمشون را، شاید 100 نفرش را بشناسم، ولی از کامنت، از شهر، از زنگ‌های تلفنی طول اینقدر سالها همین گونه است. باور کنید جای اغراق نیست. یعنی زیاویدین نورزاد را 2 میلیون مادر تولد کرده است. ولی ببینید مهربان، عجبا 2 میلیون شاید، باور میکنم شاید حدودی کمتر هم باشد. نه حداقل در خانه هر یک تاجیکستانی یک نفر مادری هست که علاقمندی ترانه های من است. وقتی که مادر میخوانم با اشتیاق تمام گوش میکنند، چون فرزنداشون با من در تماس میشن، میگم تو چی کردی با مادری ما شب، سحر، شام و نصف روزی تو را گوش میکنند. جادوگری ها؟ نه اینجا که جادوگری نیست. این کلمه را نگیریم. محبت است. من از جادو قیمه بستم. بعد همون چی شد؟ نبارها بر آمد مخصوصا در برای شما. من ما که جورنالیست هستیم بیاد همینجا آشکار رو گویم. خب جادوها من شرطی هم قبلا که در صورت زیاویدین سوزن ها رو زده بسته، هر گونه لطه ها در نمیدونم قبرخانه های و گروه های کوهنه برده پرتفته بودن در کجاهای دوستان عزیز، همین نبار پند شده بود و واکنش زیاویدین رو باری دیگر میشنویم. شاید پیش از این هم واکنش کرده بودید. اصلا نمیخوام در این مورد حرف بزنم، و چون خودتون در مورد قبر خوب گفتید، قبر کوهنه رو کافتن هم خوب نیست و اصلا حرفای کوهنه رو هم باد کردن خوب نیست، چون یادش خیلی برای من سنگین است. هلو هم میپرسند آخیر. خوب سر اول من جدی نگرفتم، خندیدم، خیلی زیاد سرگرمی کار و حال و هوای روزگار خیش شدم، و بعدا چندین نفر رو با من زنگ میزدن، هر لحظه خاطررسان میکردن، مثل که شما خاطررسان کردید. بعد انسان یک خیل بوده نمیتواند، یک احساس های عجیب در دلم پیدا شد، یک رفتارهای غیر عادی در خودم مشاهده کردم. میدونید این را بر چه اساس نگ میکنم؟ برای اینکه آدم در حالت تشنج، در حالت عصبانیت قرار میگیرد، احساسش بالا میگیرد و داده شدم به همین حالت، به همین حادثه. گفتم حتما چی قضیه رخ میدهد، رخ میدهد. از شدت فکری زیاد یکم بیمار شدم. خسته نتوانستید؟ نه چرا؟ اگرون بیماره کی؟ نه سردرد بودید؟ نمیدونم. میدونید حالتی روحی و روانی هم به هم ریخت. ترس شده؟ گفتم که بالا. نه ترس که چیزی دیگر است. شما افسردگی گرفته اید؟ شما افسردگی کسی رو دیدن نمیخواید، تنهایی رو اختیار میکرد، میخواید که با کسی حرف نزنید. همین گونه حالت ها بود. من فکر نمیکنم که بر اثری جادو بود، فکر میکنم بر اثری همون فکرهای دور و دراز. خیلی دور و دراز در این مورد فکر کردم، ولی خوشبختانه همش پسی سر شد و آن نیست و نابود شد. بله همین که اکنون به فکرتون این کار رو کی کرده باشد؟ شما نباشید. نباشید شما هم دشمنید. شما هم یک بار در استراوشن که برونه کنسرتی داشتم، اونجا سرودخانه کرده. بله بله. این بعید است از یک همکس تاریخ شاهد است. ما ژورنالیست، زیاویدین هم ژورنالیست، چرا اون سرود خوند و من نخونم؟ شوخی میکنم. سلام علیکم باشید. بسیار دوستتون میدارم. بار دیگر خوش اومدید. و سخن شما شکر از سال در برابر اون که یک صنعت خیلی بالا دارید. سخنهایتون یک پهلوی دیگر است. یک کاری علمی کرده میشود از روی قصه های شما. اینقدر قصه گوی و دانای و سخندان هستید. مثل میگن که مگر همین زیاویدین رو در کما شکر بسته باشن که اینقدر شیرین شیرین سخن میگوید. همین محیط برای شما تو چند روز تاثیر رسانده است که اینقدر مثل سخن، شعر، سرود، ترانه در دل شما جایگزین است؟ هنوز از کودکی من علاقمند بودم به سخن، به شعر. گاگو شعر می نوشتم در گسته های دیواری مکتب نشر می کردن و در روزنامه های مختلف. علاوه بر این رسامی می کردم.
خیلی رسمای دلپذیر دلچسب میکشیدم که هم برای خودم و هم برای شادروان پدران پسند بود. الله میتونید؟ بله میتونم و یکم از خاطر بردم. خب طبیعت انسان همین گونه است که اگر هر روز همون کار رو ادامه بدهی، مشق کنی، مهارت خاصه رو دارا میشه، ولی بر اثر آن که اگر تنبلی کنی، فروگذاری کنی، حتما یادت میرود. اما میدونید عکسایی که رو کشته بودم، استاد صدرالدین عینی، مقدس نبی و یک ملک صابر و ابو عبدالله رودکی فردوسی در یک وطبن کلون، کاغذی کلون، از روی عکسای خردککشون که پدرم حتی در حیرت افتادن و میگفتن که تو از کجا یاد گرفتی؟ و من میگفتم که من نمیدونم از کجا میآید. تصور کنید که شما در پاسپورتتون صورت دارید، درست؟ بله بله. و من میدونید از روی چی میکشتم؟ از روی کتاب ادبیات صرف ده ادبیات میکشتید. اونجا یک عکس خردک مثل پاسپورت هایی که در خودمون هست، در همون شهادت های خودمون، از روی همون من اینقدر میکشیدم. اون قدر مونان بود که فرقیت نبود میان اونها. فکر کنم هنوز در خاندان پدرم هست، پدری هم هست، اما رسم خود این خود دیگه یگان روز میرویم. بله بیاد من نشون میدم. و هر وقت که ما رو گم میکردن از لبی دریا پیدا میکردن. من دوست میداشتم همیشه به دریا نگاه کنم، آبی روان رو دوست میداشتم، لبی چشمه رو دوست میداشتم. تمام کتاب هایی که پدرم جمع کرده بودن تا کوچکترین روزنامه ها، مجله های صدای شهر، سال های 50 45 60 80 70، پایان تر از اون، همه اونها در خانه ما بود. همش رو نه یک بار نه دو بار ده باری خواندم، در همه جا خواندم. و پدرم علاوتاً بر این مرا همیشه سرزنش میکردند و گفتند کار خانه ماندگی است، تو همیشه کتاب میخونی یا کاری دیگر میکنی. و اصلا که هیچ وقت از من دلشان پر نبود، با اینکه من همیشه یک خواننده خوب بودم، فعال بودم، و میگفتند که تو در آینده نانت رو صاحب شدن نمیتوانی. و حیران میشدم که چرا چنین میگن پدری من. و برادرم رو بیشتر تشویق میکردن، دوستداری میکردن، چون راستی من کارگریز بودم و کارهای خونه رو کم به سامان میرسانیدم. همیشه در دست کتاب داشتم، از لبی چشمه گلهای هر گونه خیابانی، گلهای مزل میخوام وحشی رو میچیدم، داخل کتاب میگذاشتم. فکر کنم حالا هم همان گلها هست. قاق شده قاق شده. بله. پس منیجر دولت یک ترانه دارد، مگر ای جان امشب از من بهتری دیدی، مگر ای بهتر از جان. این یک غزل پاره از یک شاعر ایرانی است، نامش رو فراموش کردم، کمک نمیکنید؟ ببینید منم در خاطرم نیست که این ترانه رو گوش کرده هستم. در همین غزل پاره میگوید اگر برگ گل خشک میانه دفتری دیدی، آن هنگام من این غزل پاره رو سیمین بهبهانی نشنیده بودم، نشنیده بودم. ولی ببینید همان هنگام وقتی که من کودک بودم، شاید سنفی یک یا دو یا سه میخوندم، علاکه همین حالت رو من برای خود ایجاد کردم، برای خود درک کرده بودم که من فرضاً وقتی که گل رو درون کتاب خواندهت میگذاری یا دفتری خاطرات و قاق میشد، تراواتش گم میشود یکم، ولی رنگش باقی میماند در شکل دیگر. و یک خاطره شیرین دارم از اون روزها، فکر کنم یعنی هنوزم هست. محیط همه خیلی بود، محیط یعنی کتاب بود در خانه شما؟ بله بله، محیط خانواده یک محیط صاف فرهنگی بود. همراه اپا هم صداقت ما همیشه شعر می نوشتیم و یک مصرع او می گفت، بداهتا مصرع دوم من، و یک کتابخانه خیلی کلان داشتیم، هممون می خوندیم. با من امروز در عجبم که کمتر نسل نورس ما می خونن. خوب است که پیشوای معظم ملت و دستان در کاران یک لایحه خیلی خوب با نام فروغ سپی دانایی را دایر کردند. میدونید این خیلی یک لایحه نادر هم هست و باید همه جانب از جانب تمام قشر جامعه دستگیری شود. بهترین منیس، بهترین انیس انسان ها این کتاب است. بغیر از کتاب هیچ کس رو، هیچ کسی دیگر بوده نمیتواند. انیسی لحظه های تنهایی همراست. ولی امروز خوب عصر مصنوعی که از پیشرفت و اینترنت است، دیگر و دیگر کم علاقه مندی به کتاب میکنند. ولی کتاب این خیرد است، اخلاق است، ادب است، معرفت است. از کتابخانی تو به کتاب نویسی آمدید و علاقه شنواندگان مجده میرسونیم که
دو کتاب زیاویدینی نورزاد چوب کردیده است. خب باقی مانده ایتیلو رو از خودی معلیف گوش میکنه. این سال که سال 24 نه سال 23 دو کتاب خش رو با تبر سندم، یکی تحتیانوان میانی گریه و خنده، عبارت از یادداشت و خاطره هایی که بواسطه به خودی من زندگی من دخل دارد و از جانب نویسنده ها و از اتفاق هم خوب پذیرایی شد. وقتی که من با نویسنده صاحب احترام من رئیسی نصر و نقد نصر اتفاقی نویسنده سراج الدین اکرامی پیشنهاد کردم برای تحریر تقریض کردن، با اندیشه اون که شاید قسمت رو خط میزنن سیاهکاری میکنن. میدونید که وقتی که انشاء رو پیشنهاد میکنی معلم حتما جایهایی که نالازم است خط میزنن و سیاهکاری میکنن، ولی چی شد؟ یگان جایش رو خط نزدن. اون کس گفتند که من وقت ندارم، اول من رو خوب قبول کردن، گفتن زیادین لیکن من وقت ندارم، یکم خیلی مصروف هستم، کی وقتی که فرصت یافتم من مطالعه میکنم. ولی بعد از گذشتن 6 ساعت به من زنگ زدن، گفتن من نخستین حکایتچه تو رو خواندم، دیگر دل کندن نتوانستم، با یک بار همش رو به اتمام رساندم. آفرین. این برای من خیلی افتخار بود. من واقعا خوشحال شدم وقتی که یک نویسنده چیرده است که در یک بارگاه بزرگ رئیسی نقد است، تمام نصر که نویسنده می نویسند از زیر نظرش می گذارد و خودش هم یک نویسنده نادر گفتار است، وقتی که به تو عرض می گذارد توجه می کند، چقدر خوب است یا نه؟ و کتاب دیگر تحت عنوان سایه تنهایی که عبارت از شعرها بود، یعنی آه من بودم که احساس تو را خواهش یک کودک پنداشتم، در کویر به تمنای خیش دانه عشق و محبت کاشتم. خیلی شعرهای زیبا دارد. چی گویم دیگر، هم شاعر هم نویسنده هم صنعتکار، با یک مرد 56 هنر کامفته گیریم. هیچ چیز نگوید. اینقدر همون حکایه های رو من تنها و تنها در فیسبوک، در صفحه فیسبوکی شما میخوندم، از جمله همون قصه توی روی شمایان با فکرم اونجا جیمی بود، نمیدونم باز کی بود، بعدا یک درباره یک البته شوخی میکنم دوستان عزیز، دیده بسیار حجم نگاری خوب هم هستن، لطیفه گویی خوب هم هستن، در حکایه شون حجم رو خیلی استایانه استفاده میبرن، استاکارانه استفاده میبرن. درباره جی جی بود، چی بود؟ یک چیزی عجایب بود. آچه جی جی، آچه جی جی. زمانهای خیلی پیش، یعنی شما دوران شوروی رو ندیدید؟ نه. چند سال داشتید اون وقت؟ فرزندانی زمانی استقلال هستیم، ما بعد جنگ به دنیا آمدیم. ها شما بعد جنگ، لیکن ما دوران شوروی رو دیدیم، دوران خیلی خوب بود و همون وقت ها در وادی فرغانه یک نفر طبیب زن پیدا می شود، گویا که توسط پریهای شفا می باشد، چیکار میکنند. بریگادری قشلاق ما رحمتی دا امکی دوران شاه میاند و میگویند که هر کسی که همین پلانی کلخوز را اجرا کند به همون جا روان میکنند. خوب مادرم امروی اپا بزرگ هایم، خواهر بزرگ هایم کاری صحرا میکنند، زردالو جمع میکنند، گندم درو میکنند، کارشان رو به سامان میرسند. بعد در نهایت روی خطی همون غالیب ها معین میشد، یک افتوبوس آدم یادم هست که سوار شدند و رفتند، ما از خفاشون دست افشانده و پای کفته دویده رفتیم، خدافیزی کردیم. بعد از 3-4 روز برگشتند، برای توبت رفته بودند، گویا که نزدی همان آدم یا صفیه خان نام داشت، شاید شادروان است این لحظه، شاید قیدی حیات است یا نیست، یا سعادت خان، گمان غالب این است که صفیه خان نام داشت. و آنهایی که آن زمان اگر که هم قدر من بودن شاید خوب یادشان آید، بعد از شنیدن حرفای من شادروان مادرم برگشت. بعد من خانه رو خلوت یافتم، گفتم که آچه چی گفت؟ ای گفت گرنگ نکن. گفتم خیر التماس آچه جان چی گفت؟ مرا یگون چی گفت؟ یعنی آچه هم با شوخی گفت که میگوید که بچه تولی بزرگ می شود، بچه زور می شود. من خوشحال شدم، گفتم اینا اکنون من بزرگ میشم. من بزرگ رو آنقدر نمیفهمیدم، گفتم اکنون من زور میشم، یعنی که من شیف میشم، شیف دیه میشم، شیف محله میشم. با همین فکرها روز میگذراندیم. اتفاقا در گوشه دیگری دیه یک نفر از خشتباران دوری پدریم رحمتی عبادت خان زندگی میکردن، شوهرشون الله برحیات هستن، خیلی انسانی نجیب شریف که فیض الدین و
همگی در بیستاتشون اونان گم یک دخترچه داشتن سنگین ماه که حالا خانم است فرزند برکمال دارد اون وقت خردکک شیرمک بود است بعد جانبی فیضالدین میگویند که مردک مرا طبیب یعنی صفیه خان گفتند که تنها خواب کن شب پری ها برای شفای تو میگویند خوب دوامش کش کنه دوامش در برنامه دیگر بشاید نه خوب تو دخترچه رو همراه نگاه دار خانمشون شاید طرز ساخته شده است که داخل با داخل این رحمتی در خانه علایده خوب میکنند یکی سنگینه نمیشه بیدار میشود و اکنون بیمار گوش با قیمار است که همین لحظه پریها وارد میشوند و صدای پای شیپ شیپ پای بلند میشود گوش با قیمار است و دقت میکند که کی میوید نزدش علاقه تاریک است همه جا یکونجا رو دیدن نمیشود چشمانش پوشیده است یکی میبیند که یک دستچه های کوچک میاد برای گردنش باز پایانتر کفتکاف میکند جنبجول میکند و از دل میگذارند که این پری ها اینقدر دست هاشون میده وقتی که کودک میخواهد که گرسنه است نمیشه پیستان رو به دهان گیرد من میگوید که بر پدری تو بر این پری لعنت تو شهر میدار یا نه من یک زنگی شوهر دار که اینجا که دخترچهش آواز بلند میکند و میگوید که آچه جی جی من میگوید که جی جی از سرت موند نماندی من نماندی همیشه تبابت بگیرم اصلا یادشان بخیر بهترین انسان ها بودند و یک زنی خیلی خوش اخلاق خوش ادب مهربان و خوش ذهن و خوش ظرافت بودند و در تمام محفل هایی که شرکت میکردند اپای عبادت آنجا خنده بود شوخی بود آنجا هزل بود ظرافت بود خوب همین گونه است یعنی که برمیگردیم بر سری سال من 4 کتاب انشا کردم صدای آشنا لانه تقدیر بدن و میان گریه و خنده و سایه تنهایی فکر میکنم برای من راحت نبود یعنی هم آوازخانی هم ژورنالیستی و شبها بیدار خواب کشیدن کتاب نوشتن شخصیت تاریخی شدید از خودتون بسیار چیزی بزرگ گذاشته در دست دادید در حقیقت حواسم اومده استاده است این قدر مهنتی بزرگ من نه لایق نصیحت هستم نه جای تعریف دارم نه از خودم کسی میتراشم ولی همین لحظه وقتی که با شما صحبت کردم یک لحظه همین نوار پیش روی هم گذشت واقعا کاری سهل و ساده نیست فرضاً در یک سال 6 برنامه کنسرتی اجرا بکنی و علاوتین بر این وقت یابی در خانه رادیو فعالیت کنی برنامه هایت را پیش ببری و باز اقدام کنی که کتابی نویسی آفرین به من برای اینقدر زیاویدینی نیم جان اینقدر دلاغ دارد چقدر دشوار بود لیکن ببینید که یا کلام بگیر زمینه زد من کلام گیرو من کلام زدم میتوانم کلام زدم هم میتوانم شما چی؟ من هم همین طور لیکن خبشتر مرا همچون قلم با دست میشناسن شما رو هم به فکرم همین طور چون خودتون فتیست دادید که از کار میگریختم زمانش میگریختم ولی زندگی اصلا یکسان نیست باز روزگارانی شد که مثلا من خودم کار میکردم در زمین کار میکردم حاصل میرویاندم زندگی هم وقت یک خیل نبود برای من تا به اینجا رسیدم آدم آزار میبیند عذیت میبیند ولی خودش رو میسازد امروز فرزندهای ما در یک شرایط زندگی دارند که از چیزی کمبود ندارند مثلا خواهر و برادرهای شما یا که فرزندان من یا فرزندهای دیگر نفرهایی که این لحظه صدای ما و شما رو میشنوند یکم تنبل شدند آب گرم، آب خنک، خانه گرم و بهترین شرایط ها براشون سازگار است مهیا است من خودتون بسیار عذاب کشیدیدن زیادی چرا نگذاشتید که فرزندهای شما هم عذاب کشن یک بار مشقت کشن مثال
تو درس خردی هو بوشان درس خرو هو بوشان خودتون نگذاشتید همین چیز رو. پس من برای چی اذیت کشیدم؟ من برای اون اذیت کشیدم، من برای اون عذاب کشیدم، اذیت کشیدم که اقلا فرزندی من اذیت نبیند. لیکن فرزندان من با اون که فرزندی من هستن در اونها نه من نه نشانه غرور میبینم، نه نشانه تکبر میبینم، از این چیزها اونها آری هستن. حتی چند بار از مهراب پسر بچه هم خواهش کردم در دانشگاه طبی میخوند، بوجه میخوند. دخترچه دومم بوجهی میخوند در دانشگاه و دخترچه سومم در دانشگاه ملی و هم بوجه میخوند در شعبه حقوق بین المللی. من از هر سه خواهش کردم چی میشد من یک بار روم دانشگاه شما؟ همین قدر فرزند چون می چند فرزند داره؟ اون قدر وایمه میکنی با دادار که گویا من 40 تا فرزند داشتم، 4 تا فرزند دارم. نه واسه شما همه خیلی تعریف کردید که همه قدر گویا که یک پدری سر نه خب عمومی لیکن... 4 فرزند دارید خب. خاصش نه مالک دانشجو همه خیلی نه 4 باش 08 میخونه محمد یاسین فرزندی خردی ما و گپ سر این است که ایشون رد میکنن هر بار تکلیفی مرا و میگم چرا؟ میگن ما نمیخوایم که اگه از هم سبقان ما بداند که فرزند ما فرزند یک آوازخوان هستیم، میخوایم که همسان همانها باشیم. نمیدونم باز دنیای خودشون دیگرگونه است، برای خودشون معلوم است با پدرشون افتخار پدر نمیخوان. نه 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 گوه چنین حالت میشد که من به زوری به برنامه کنسرتی هم میبرم. چرا این طور؟ محبت سنت در دلشون نیست؟ نه گفت سری محبت سنت نیست، آنها میخواند که خیلی عادی باشند. به شما هم میگفتن که پدر بس کن آوازخوانی رو؟ نه همه خیلی حالت ها بود؟ نه نه این گونه حالت ها نبود. آنها انسان های زمین زماندی هستن، یعنی که فرزندان دوران استقلال هستن، همه چی رو میفهمند، خوب درک میکنن، لیکن از من افتخار نمیکنن، شرم دارن. همین حالت رو یکسی مقرری قبول کردن که من از این خوشحال هستم. هیچگاه در یکان جو یکان نفرش رو نشندم گفته باشد که من فرزندی فلانی زیادین نورزاد فلان حافظ یا فلان ژورنالیست یا پدری من صاحب کتاب است. یعنی پس نام پدر گشتن نمیخواهند شد؟ نه خودشو مثلا طبیب میشود که استادید میخواهد پس... طبیبی بزرگ شود خودش شود. اکنون بر میگردیم بر سر سوالی شما که شما عذاب کشیدید فرزندانتون چرا نمیخواهد اذیت کشند؟ یعنی که من عذاب کشیدم تا آنها عذاب نکشند. همین که ایشان نمیخواهند کسی بدانند که آنها فرزندی من هستند و از من افتخار کنند، علاقه خودش یک گوشه ایمانداری و یک نشانه آدمیت و یک نشانه شفقت و رحم و انسانیت در آنها است. همین است نشانه آدمیت. وقتی که شما فرزند یک رئیس هستید، مثلا پدر شما رئیس کالخوز است، شما نمیگوید که یک دوران نمی نشینید و نمیگوید که من مهربان هستم، پدری من فلانی رئیس نمیگوید. وقتی که شما آرام هستید، خاموش هستید، با تمکین هستید، پس جوهری در وجودتون هست از آدمیت و انسانیت که شما تعریف را دوست ندارید، میخواد که خیلی عادی باشید، عادی به نظر برسید، با دیگران یکسان معامله کنید، همراه مردم باشید، همراه جمعیت باشید، خش را از کسی بالا نگیرید. این چیزی هست که در فرزندهام هست و من از این چیز افتخار میکنم. بهترین در حقیقت افتخار کردن است. و علاقه زیویدین فرزندانش رو جگرگوشگانش رو صاحب خانه و در کرده است، علاقه به نزدیکی بابا می شوند خانه دار کرده است گوید. خب وقتی خانه و در کرده است میگوید فکر میکنن که همشون خانه و در دارن. نه من یک خانه دارم ولی فرزندی علاقه اونا یعنی کلونی هم رو دوتایشون صاحب اولاد بله فرزندی کلونی هم مهراب الدین رو من خانه دار کردم. با شما یک زندگی میکنن؟ سر اول خواستیم که جدا زندگی کنن ولی هر دوش هم نخواست، چون هم سبق هستن و علاوتاً بر این من هم نخواستم. خودتون به خواستگاری رفتید؟ بله. از شما می رفتید؟ کی می رفت؟ نیاگنون زیادین نیاگنون عجیب است. مثلا یک صنعتکاری شناخته یک نفری چی میگه به خاندانی وقتی که مثلا می رود مثلا خواستگاری ها رو بازا می شوند که پیش میکنن سر میکنن ای نبیاید میگن مثلا همون چه رفتار کردن مثلا قداهای شما. خیلی عادی، خیلی عادی. یک روز همسرم را گفتم که خیز میرویم قندینه میخریم، کلچه قند تارت، خواستگاری میرویم. هر دو من داخل ماشین نشستیم، به خواهرم زنگ زدیم، خواهرم آمد، سه نفر رفتیم به خانه قدومون، خوش قبول کردن، پیشکی میدونستن که ما میویم. آنجا حرف از محبت بود، حرف از این نبود که تو چی کارا هستی،
دارای چی کسب و هنر و وظیفه هستی؟ ما از راه محبت رفتیم، از روزنه مهر وارد شدیم به خانهشون و آنها هم پاس محبت محبت گفتن و روزگی خیش رو به ما دادن. حاضر به فکرم همسر شما بود، باز کمتر آسانتر شده که این داره خوب است؟ نمیدونم شو یا برعکس اینو از خودش پرسیدن در کار، چون هر دو میخونن سهر میرون بیگو برمیگردن. حالا ستودنت پرور ولی هر دو در دانشگاه میخونن. بهترین، اینقدر فرزندانی باسواد، اینقدر تمام می تلاش هایتان هستیتان رو برای آنها بخشیدید تا اینکه آنها علم آموزند در جاده موفق کردن و فکر میکنم که همان لحظه ها هم رسیده شده است که باز چقدر ارمان های دیگری شما جامعه عمل می پوشد و امروز ببینید با افتخار از فرزندان گفته شده اید. همین قدر فهمیدم که همین زحمت و مهنت والدین ها، پدر مادر ها تمامی نداشته است، پایانی ندارد. وقتی که خرد است و میگوی بزرگ میشود، مشکلات آسان میشود، حل میشود، نورس میشود، باز همین گونه حالت ها بمیان میاد. میگوی نگاه میکنی که خاندار میشود، خاندار میشود، خانه‌ها باز مشکلات و مشکلچه های دیگر پیش میاد. خوب زندگی هست دیگر. با فکرم سال آینده زیودین نورزاد بانومی نبیره سردی نبی خود را پیش نیاد میکنند و الها بخت و تختی فرزندان و نبیرگانی و من هم در نوبت خیش آرزو میکنم که همه شنونده ها و آنهایی که این لحظه صدای ما و شما رو میشنوند همیشه خوشحال باشند در زندگی و به فرزندانشان کلین بیارند، دخترهای نازشان رو به شوهر دهند، صاحب نبیره شوند. خب خی انا فرزندتون خسرو از گپتون معلوم که آسانکه کلین کرده آمدید، لیکن دخترتون رو چخیل شوهر دادید؟ مثلا چخیل انتخاب کردید داماد رو؟ با داماد خودتون صحبت کردید همچون نفره که جان و جگرتون رو پری خاندانتون رو مثلا با یک خاندان دیگر گسیل کرده استودید؟ خب دخترچم رو ماهی فوریه در روزی زاد روز 7 فوریه رخصتی دادیم، یعنی به خانه شوهر گسیل کردیم. و شما اصلا چی دانستان میخواید؟ شما شاید گفتن میخواید که من پیشتر داماد رو میشناختم یا نه؟ با من شکوهش دست دست نیست. بایا چخی خواست کاری اومدن؟ چخی دخترتان رو شما مثلا به دست دیگر نفر سپردید؟ اویو مثلا میگن که داماد بین نیم یک صحبت کنیم میخواید؟ من دارم وقتی که درباره پسرم پرسیدید من با افتخار حرف میزدم، ولی وقتی درباره دخترم میپرسید و من حرف زدن نمیتونم. من میخوام که از این سوال صرف نظر بکنیم، چون وای علاقه ناموس یک مرد دیگر است. من درباره ناموس یک مرد دیگر حرف زدن نمیخوام. من میتونم درباره دخترم گلناز حرف بزنم که خیلی دختری جسور است، دلیر است، غیور است، در دانشگاه ملی میخواند، خوب با خودش مسلط است و این روزها جای خالگی اپاش رو پر کرده است. امروز همدمی من است. خوب فقط امیر رو میگم با خاطر اینکه سوالتان نیمه نماند، در میانه زمین و آسمان نه خداها اومدن با شما صحبت کردن؟ بله صحبت کردن. من داماد رو میشناسم، در همسایگی من است، یک بچه خیلی با تقوا، بچه خوب است. افتخار کنید آخه، پیغمبر رو داماد دوست میداشتن و حرمت میکردن. نمیدونم، و طبیعتم اصلا همین گونه است که وقتی که در برای همسر و دختر فراتر حرف میزنن من اکنون من بزرگ شدید برای همین این سوال ها رو داده استدام گاب در اینجاست. پس من بزرگ شدید یعنی کلان سال شدید گوید؟ نه اکنون بزرگ شدید گوید، من ما گفتیم مادرتان شدید بزرگ شدید. خب آرزو دارم که خوشبخت باشن. خوشبخت باشن. و وقتی که در تویش من دعا میدادم فقط یک خواهش کردم که عزیزم اگر داماد جنگ کند، مطمئن هستم که جنگ نمی کند یا سرزنش کند، و من نگو، هیچ وقت نگو، چون که پس از یک لحظه تو می بخشی، با صحبت میکنید، میخندید، لیکن همین چیز در دلی من میموند، من بخشیده نمی توانم. و من از خدا امیدوار هستم که زندگیشون خوب می شود، زیرا با همون جگرگوشه خدا من اطمینان دارم. علاوه بر این با اون نفری که دختری من رو انتخاب کرده است با هم اعتماد کامل دارم، جوان مرد است. چون که در صورتهایتان در کشوی دادا، در روزی سختی خبرگیری دادا، این خیلی خیلی تعریف کرده بودید در باز کشوی روزی فردا دختر. دختر بله، برای دخترکانتان گفته بودید. ببینید علاقه اونها کبان شده، من علاقه سوی بی تخت. بله گوه خدا هم تشکر، خدا هم گوه وقت در تجرب میفتم، در حیرت میمونم، میگم کی بزرگ شدم، کی کلان شدن، کی این کار از اینجا به اینجا کشید. علاقه امروز
یکی شوهر دارد، دیگری همسر دارد، یعنی زن دارد. چی زندگی؟ شنوندگان عزیز دلی دیدن، خودی زیاویدین چگونه اویلا دار شد؟ از کجا به او دختر انتخاب کردن؟ انتخابی زیاویدین خودش چی بود؟ آیا موافقی تبدیلش را یافت و زندگی را چگونه آغاز کرد؟ در جای اساسی شما دیستادیم، بعد از آن برمیگردیم، ما را ترک نسوز.